برای درست کردن زولبیا احتیاج داریم به یک لیوان سرخالی نشاسته، نصف لیوان ماست پرچرب که کمی هم بزنیم تا نشاسته به صورت خمیری یک دست در بیاد. یک قاشق غذاخوری گلاب، دو قاشق غذاخوری زعفران دم کرده، یک قاشق چایخوری روغن مایه، نصف قاشق چایخوری وانیل و دو قاشق غذاخوری آرد بهش اضافه میکنیم و شروع به هم زدن میکنیم. نصف قاشق چایخوری بیکینگ پودر بهش اضافه میکنیم و با همزن حدود 7 تا 8 دقیقه شروع به هم زدن میکنیم تا مایه ما یک دست و غلیظ بشه. اجازه میدیم مایه زولبیای ما 4 ساعت استراحت کنه. کمتر از 4 ساعت اگر استراحت کرد زولبیای ما کیفیت مطلوبی نخواهد داشت. مایه زولبیا رو داخل یک قوطی سس می‌ریزیم. میتونید از وسیله مخصوص زولبیا زدن از لوازم قنادی تهیه کنید و با اون کار کنید. برعکس شهد بامیه که باید خنک باشه، شهد زولبیا باید داغ باشه. پس بعد از درست کردن خمیر و موقعی که می‌خوایم زولبیاها رو بزنیم، شهد رو آماده می‌کنیم. 2 لیوان شکر، 2/3 لیوان آب و 4 قاشق غذاخوری گلاب با هم دیگه هم میزنیم و روی شعله قرار میدیم و دیگه همش نمیزنیم تا شروع کنه جوشیدن و کف کنه. با یه قاشق تمیز همش میزنیم تا دونه های شکر کاملا حل بشن و با یه برس آغشته به آب لیمو اطرافش رو به آب لیمو آغشته میکنیم تا دونه های شکر کاملا حل بشن. نصف قاشق چایخوری جوهر لیمو و نوک قاشق چایخوری پودر زعفران بهش اضافه میکنیم. 1 قاشق غذاخوری گلوکوز مایع بهش اضافه میکنیم. شروع به هم زدن میکنیم تا گلوکوز باز بشه. چند تا دونه هل داخلش میندازیم و شربت رو تست میکنیم. بین دو انگشتمون باید کمی سفت و کشدار شده باشه. شعله رو خاموش میکنیم. برعکس بامیه، روغن زولبیا باید کاملا داغ باشه. اول تستش میکنیم. یه دونه رینگ داخل روغن میذاریم که همه زولبیاهامون یک اندازه باشن و شروع به زدن زولبیا طبق فیلم میکنیم. میتونید بدون رینگ هم انجام بدید. کمی که انجام بدید دستتون میاد و تمام سایزها یک نواخت خواهند شد. زولبیا رو مستقیم داخل شهد داغ میندازیم. کمی زیر و رو میکنیم و داخل یک سبد میذاریم تا شهد اضافهشون کشیده بشن. یه دونه از زولبیاها رو سفارشی خیلی بزرگ درست میکنیم واسه خودمون که بخوریم و خستگیمون در بره. همونطور که میبینید زولبیاهامون با کیفیت عالی در اومدن. حتما نکات رو رعایت کنید تا یک زولبیا بامیه خیلی خوبی داشته باشید. داخل ظرف مورد نظر میچینیم و با پودر پسته تزیینش میکنیم. التماس دعا و نوش جان.
و برای این آموزش نیاز به شربت بارم داریم. من تمام موادی که برای هم زولبیا هم بامیه هم شربت احتیاج داریم آماده کردم و این آموزش خدمتون میگم مقدار مواد رو. موادی که لازم داریم: شکر، نشاسته گل، ماست، آرد سفید که آرد نونوایی براش خوبه، آردی که قوی باشه، تخم مرغ، گلوکز، آب، وانیل، گلاب، آب لیمو ترش، عسل، زعفران دم کرده قلیل، جوهر لیمو، بیکینگ پودر، هل. گل سرخ و پودر پسته برای تزیین. اولین کاری که میکنیم اینه که شربت بارمون رو درست کنیم. برای شربت نیاز به شکر داشتیم که 1 کیلو شکر باید باشه. داخل قابلمه میریزیم. آب احتیاج داشتیم 500 گرم. گلاب احتیاج داشتیم، گلابمون هم 100 گرمه. موادمون رو که داخل قابلمه ریختیم میذاریمش روی حرارت با حرارت متوسط. بین 5 تا 10 دقیقه زمان میبره تا شکر کاملا حشه. ترجیحاً مواد رو هم نزنیم با قاشق و با هیچ چیز دیگه. خدمتتون میگم که وقتی که شکر حل شد با یه فرچه مرطوب اطراف ظرف رو مرطوب میکنیم تا شکری که شکرک زده برگرده داخلش، وگرنه شربت بارتون خراب میشه. الان شکر ما آب شده و اگر که میخواید محلولتون رو هم بزنید حتما از قاشق چوبی استفاده کنید. وقتی که شکر آب شد بهش گلوکز و آب لیمو ترش رو اضافه میکنید. 1/8 قاشق چایخوری جوهر لیمو، 1 قاشق سوفکاری زعفران، یه قاشق مربا خوری آب لیمو تازه. یه شروع کرد به جوشیدن. اطراف ظرفتون ببینید، الان اینجا ببینید معلومه شکلک میبنده. یه فرچه مرطوبش کنید و آروم این شکرهایی که از طرف ظرف هست رو به داخل شربت برکنید. دیگه ما میدیم به شربتمون بین 15 تا 20 دقیقه تا قوام بیاد. و از کجا میفهمیم کامل قوام اومده؟ میتونید یک قاشق مربا خوری از شربت رو بعد از 15 دقیقه توی یه ظرف کوچیک بریزیم و 5 دقیقه تو فریزر بذاریم. وقتی که بعد از 5 دقیقه برداریم، اگر بین دوتا انگشتتون کش اومد، شربت شما آماده. مواد زولبیا رو آماده کنیم. برای این کار احتیاج به 300 گرم ماست داریم. ماستتون بهتره که پرچرب باشه. داخل زن بریزیم. و 300 گرم نشاست. و مخلوطش میکنیم. نگران نباشید، نشاسته توی ماست کاملا باز میشه. سوال خیلی هست که شاید لازم باشه که نشاسته رو با آب سرد باز کنن. درسته، ولی نگران نباشید، داخل ماست این اتفاق میفته. فقط بعد یکم صبور باشین. یه 4-5 دقیقه خوب همش بزنین تا یک دست بشه. این همون نشاسته و ماسته که من با در
ترسودم حالا دیگه چه خمیر لطیف و صاف و یک دستش. یک قاشق سیب پلی گلاب اضافه میکنیم، یک قاشق سیب پلی زعفران غلیظ اضافه میکنیم، و دوباره همین که یک دست چو بهش کره رو اضافه میکنیم. ما 20 گرم کره و یا روغن جامد میتونین استفاده کنیم. آخرین چیزی که به مواد زودبی اضافه میکنیم بیکینگ پودر. ما یه قاشق مرباخوری سرصاف، همیشه پیمانتون سرصاف، یه قاشق مرباخوری بیکینگ پودر هم به مواد اضافه. بهتره که مایه زولبیامون یه یک ساعت دو ساعتی استراحت کنیم. وقتی که اینو اضافه کردیم و مخلوط کردیم میذاریمش کنار یکم استراحت کنه و بعد میگم خدمتتون که بعد باشه. مواد زولبیامون رو گذاشتیم که استراحت کنه و دوباره به قیف احتیاج داریم. اگر که از قیف استفاده نمی کنیم توی این ظرفای سس هم میتونیم مایه زولبیاتون رو بریزیم و بریزیم برای سرخ شدن. از یه رینگ استفاده میکنم برای اینکه اندازه مشخص بشه. اگر توی این مدتی که مایه زودیا رو گذاشتیم برای استراحت احیانا سفت شد نگران نباشید، چون همین الان برای این با یه قاشق سیب خوری گلاب شروع کنیم و خیلی راحت این سیب خارج برای تهیه زولبیا مثل بامیه احتیاج به شیره داریم که میتونیم اونو اول تهیه بکنیم. طرز تهیهش توی فیلم بامیه خدمتون گفتم. اگر نه، دو پیمانه شکر، یک پیمانه آب، یک دوم پیمانه گلاب، زعفران دم کرده و یک قاشق غذاخوری آب لیمو رو، اگر داریم یک قاشق غذاخوری شربت گلوکوز رو هم، منظورم گلوکوز مایع هستش،
اضافه میکنیم و اینا رو میذاریم تا قوام بیاد. این میشه شیره زلوبیا. برای تهیه خمیر زلوبیا ما 120 گرم نشاسته داریم. من از نشاسته پودری استفاده کردم که راحت تر بشه. 120 گرم ماست داریم. اینها رو با هم کاملا مخلوط کنیم. اگر که شما نشاستتون دونه درشت هستش، کاملا با حوصله اجازه بدین که نشاسته ها نرم بشن و توی ماست حل بشن. بعد از این ما یک قاشق غذاخوری زعفرون و یک قاشق غذاخوری گلاب هم اضافه میکنیم. بیست گرم آرد داریم. به اضافه یک قاشق چایخوری بیکینگ پاودر، بیکینگ پودر و یک دوم قاشق چایخوری جوش شیری. میتونید با همزم بزنید که باعث بشه یک کمی روان‌تر بشه. اگرم نه، ما این خمیر رو باید استراحت بدیم، حداقل یک ساعت باید تو دمای محیط بمونه. بعد از یک ساعت که این رو درش رو برداریم، میبینیم که خودش شلتر و روان‌تر از این حالتی که الان هست شده. اگر اینطور نبود، میتونید اون موقع یه مقدار اونو با همزن بزنیم که روان‌تر بشه، و یا اینکه یک قاشق دیگه بهش گلاب اضافه بکنیم یا حتی آب. اگر هم دیدین که مایتون رقیق هست خیلی، میتونیم یه مقدار دیگه بهش یه مقدار کم دیگری بهش آرد اضافه بکنیم. در این رو میذارم، اجازه میدم تا یک ساعت دیگه اینو سرخ. الان یکی دو ساعت گذشته. ببینین مایه زلوبیای من یه مقدار حباب روش تشکیل شده، بدون اینکه من چیزی به این اضافه کنم یا کم کنم. ببینین یه مقدار روان‌تر و شل‌تر شده. من یه مقدار از این رو به یه ظرف سس منتقل کردم. اگر ظرف سس هم ندارین، از قیفای کیسه‌ای میتونین استفاده بکنین. روغنم بعد مطمئن باشم که کاملا گرم شده و به شکل دلخواه زلوبیا رو بریزم. تو این مرحله بعد ببینین که زلوبیاتون وقتی درست میشه حالت لوله‌ای داره یا نه. اگر که مثل نوار پهن بشه اون خوب نیست. اگر این طور شد، شما میتونید یه مقدار دیگه بیکینگ پاودر یا یه مقدار دیگه جوش شیرین به مایه زلوبیاتون اضافه بکنید. اگرم خوب شد که چه بهتر. دو طرف زلوبیا رو سرخ میکنیم، بعد اون رو به ظرف شیرمون منتقل میکنیم که شیرمون هم باید گرم باشه، تقریبا رو به داغی باشه. کاملا شناور بشه بعد از چند ثانیه. میذاریمش توی صافی تا شیره ی اضافهش گرفته بشه.
این زولبیا های اجازه دادم تا توی صافی شیره اضافیش گرفته بشه، بعد چیدم توی ظرف. زمان موندن توی شیره هم بین 30 ثانیه تا 1 دقیقه بسته به اینکه میخواین چقدر شیره به خودش بکشه، ولی بعد اجازه بدین تا زولبیا ها شفاف بشه، یعنی تا حدی شیره رو به خودش جذب بکنه. امیدوارم تهیه کنین و دوست داشته باشین. نوشه جانتون، خدا نگهدار. امروز در خدمت شما هستیم با آموزش یکی از شیرینی‌های پرطرفدار ماه رمضان. خب مواد لازم برای زولبیا که باید دقیقاً به گرم باشه: نشاسته 120 گرم، ماست غلیظ 120 گرم، آرد سفید 20 گرم، گلاب 1 قاشق غذاخوری، زعفرون دم کرده 2 قاشق غذاخوری، کره یا روغن مایه 2 قاشق چایخوری و بیکینگ پود هم 1/2 قاشق چایخوری. برای شربت بارش هم شکر 1 پیمونه، آب 1/3 پیمونه، گلاب 3 قاشق، زعفران دم کرده 1/2 قاشق چایخوری، آب لیمو 1 قاشق چایخوری، هل چند عدد، گلوکوز 1/2 قاشق غذاخوری. اول نشاسته رو تو ظرفمون میریزیم، ماست رو به نشاستمون اضافه میکنیم، هم میزنیم تا یه خمیر نرم درست شد. الان وقت اضافه کردن گلابه. گلاب هم بهش اضافه میکنیم، زعفرون هم بهش اضافه میکنم. حالا ما حدودا 20 گرم هم آرد بهش اضافه میکنیم. اینا رو خوب با هم مخلوط میکنیم. دوباره باید خمیرمون حدودا 3 ساعت بعد از آماده شدن استراحت کنه. اگه همون لحظه بریزید اصلا شکلش خوب در نمیاد. بعد از 5 دقیقه مخلوط کردن این با همزن بهش بیکینگ پودر اضافه میکنیم. در دمای محیط اینو میذاریم حدودا 3 ساعت استراحت کنه. بسیار وقتی بیکینگ پودر رو اضافه کردید اینو با لیستک هم بزنید دیگه، با همزن دیگه همش نزنید. ما بریم سراغ شهدمون که شهد زولبیامون رو آماده بکنیم. شکر رو برمیداریم، 1 پیمانه داخل ظرفمون میریزیم، 1/3 پیمانه آب بهش اضافه میکنم. الان نوبت گلابه، گلاب هم بهش اضافه میکنم. زیرش رو روشن میکنیم تا زمانی که جوش میاد اصلا اینو به هم نمیزنید. آب لیمو هم حدوداً 1 قاشق غذاخوری من داخل پیمونم میریزم. یه مقدارشون اول اضافه میکنید، یه مقدار از آب لیمو هم برای دور ظرفمون نگه میداریم، با یه قلمو و آب لیمو اونو پاکش میکنیم که شربت بارمون بهتری باشه. کابمون کم کم داره جوش میاد، الان دیگه میتونیم همش بزنیم. با یه قاشق چوبی آروم اونو هم میزنید. این حدودا باید 10 دقیقه بجوشه. البته قبلش باید موادمون رو کم کم بهش اضافه بکنیم. وقت اضافه کردن زعفرونه. هل کوبیده شده هم بهش اضافه میکنم. چند دقیقه میذاریم غلیظ شه. دوستان من دوست دارم یه مقدار عسلم به شهدم اضافه کنم. توی طعم، توی رنگ و توی براق بودن شهدتون خیلی تاثیر داره. مایه زولبیامون گذاشتیم 3 ساعت استراحت کرد. الان آماده سرخ کردن روغنم گذاشتیم داغ بشه. شهدمون هم آماده است، زعفرون آماده است. هر شکلی که خودتون میخواین به این صورت اونو در بیارید. ببینید روغن داغه، تا میریزین سریع پف میکنه و میاد بالای روغن وایس. حال زولبیامون آماده شد. من با خلال پسته تزیینش کردم. امیدوارم از برنامه امروز لذت ببرید. همتون رو به خدای بزرگ. نشاسته ذرت هست 100 گرم، بله. ماست 100 گرم، روغن جامد آب کرده 25 گرم، 10 گرم آرد گندم داریم، گلاب میزانی که موادمون خمیر بشه، 1/8 قاشق چایخوری جوش شیرین و وانیل. این شهد رو آماده کردین گذاشتین؟ بله.
بگین که برای شهد چه مقداری؟ عزیزان برای تهیه شهد باید 2 پیمونه شکر رو به همراه 1 پیمونه آب بذارن روی حرارت. وقتی که موادشون شروع کرد به جوش اومدن گلاب رو بهش اضافه کنن. میزان گلابشون هم حدودا 2 قاشق سوپ خوری کافیه. گلاب اضافه کنن به همراه حالا یا آب لیمو یا جوش شیرین، هر کدوم که راحت تر بودن در دسترس بود میتونن همون استفاده کنن. به اندازه 1/4 هم آب لیمو یا جوه لیمو اضافه کنن، شهدشون آماده است. از هر بعد وقتی آب لیمو حدودا 10 ثانیه تا 15 ثانیه جوش بیاد کافیه. این از شهد. حالا خود زولبیا چجوری آماده میشه؟ برای درست کردن زولبیا اول روغن آب میکنن، ماست و نشاسته رو با هم مخلوط میکنن، آرد رو اضافه میکنن. گلاب رو باید در حدی عزیزان بریزن که موادشون مثل خمیر بشه، نه خیلی شل بشه نه خیلی سفت باشه، تقریبا غلظتش مثل فرنی میمونه. اول نشاسته رو می‌ریزیم، آرد رو اضافه میکنم، ماست هم اضافه میکنم. ماست هم باید شیرین باشه، ترش باشه؟ خوبه که پرچرب باشه. موادتون رو با هم مخلوط میکنیم. ببینید الان توی این مرحله ماستمون حالا به میزان آبی که داره میتونه مواد رو خمیر کنه. کم کم باید آب رو بهش اضافه کنیم یا گلاب، فرقی نمیکنه، بهتر گلاب ریخته بشه. مجدد هم میزنم تا وقتی که عرض کردم خدمتتون مثل خمیر فرنی بشه. خیلی سفت نشود؟ مجدد بعد بریزیم. منتها عزیزان دقت کنن، همینجور الان من دارم میریزم نباید از همون اول به میزان زیاد بریزن، چون خود ماست شروع میکنه آب انداختن. حالا من 1 قاشق دیگه بریزم کافیه. یعنی در برای موادم من 5 قاشق سوپ خوری گلاب استفاده کردم. روغنم عزیزان حتما باید روغن جامد باشه. کره به این خاطر که آب داره ما استفاده نمی کنیم. شروع می کنیم با همزن می زنیم موادمون. حالا وانیل و جوش شیرین رو اضافه می کنیم. جوش شیرینش رو عزیزان دقت کنن، حتما مقدار خیلی کم استفاده کنن. 1/8 قاشق چای خوری کافیه طبق دستوری که عرض کردم خدمتتون. مقداری هم وانیل اضافه کنید، اونم به اندازه 1/8 کافیه. میتونید وانیل رو حذف کنید، میتونیدم بزنید. مجدد یه مقدار با هم زن میزنید. مواد رو ببینید عزیزان، غلظتش دقیقا مثل فرنیه، نه خیلی شله نه خیلی سفت. حالا اینو به همون غلظتی که هست باید از صافی رد کنن. یه مقدار سخته با قاشق این کار رو انجام بدن، بریزن تو صافی، حتما از صافی رد کنن، تنبلی نکنن تا کارشون با کیفیت در بیاد. مثل من نباشید. از صافی رد کنید. بله، بعد از اینکه از صافی رد کردن نیم ساعت داخل یخچال استراحت بدن. موادمو از صافی رد میکنن با پشت یه قاشق لیستک مواد رو فشار بدن، کامل از صافی رد میشه. حالا موادمون رو نیم ساعت استراحت میدیم. خب نیم ساعتمون گذشت، الان بعد سرخش کنیم زور بیاد. حالا شروع میکنم. مرحله حساس. خیلی آروم. توی زولبیا شهد باید ولرم باشه. بعد این زعفرون نمیخواد خان فتوحی؟ نه، رنگی که میخواین رو میگیرین ازش. یعنی اگه بخوان مثلا پر رنگ تر باشه میتونن بریزن. بعد خب همونطور که میبینید زولبیای خوشمزه ما آماده شد. خان فتوحی عزیزم داره تزیینش میکنه با پودر نارگیل و پودر پسته. هیچ چیزی هم کم از زوبیاهای بیرون نداره، خیلی هم عالی‌تر و خوشمزه‌تره، سالم‌تره. سلام، چطورین؟ خوبین؟ امروز اومدم بهتون آموزش یه زولبیای خیلی خیلی عالی، ترد، شکننده و فوق‌العاده خوشمزه رو بهتون بدم. این دستور واقعا امتحان شده است، چند سال دارم درستش میکنم. با خیال راحت درست کنین، اصلا نرم نمیشه. من حدود 4 روزم توی ظرف دردار داخل
یخچال داشتم همونجور کیفیت اولیه رو داشت، به هیچ عنوان از کیفیتش کم نمیشه. پس فقط کافیه که توضیحاتی که میدم انجام بدین و طبق دستور درست بکنین. خیلی هم ساده و راحته. نشاسته گلو به همراه ماست من با هم دیگه ترکیب کردم، با پشت قاشق خوب مخلوط کردم تا تمام نشاسته با ماستم ترکیب بشه و هیچ گلوله‌ای نداشته باشه. من همیشه از قاشق استفاده میکنم، ولی شما اگر حوصله ندارین میتونین از همزن هم استفاده بکنین. وقتی مطمئن شدین که تمام ترکیب با هم مخلوط شد و گلوله باز شد، گلاب و روغن مایه رو بهش اضافه میکنین و دوباره مخلوطش میکنین. بعد اینکه ترکیب شد، بیکینگ پود، خمیر مایه فوری و آرد رو بهش اضافه میکنین و همش میزنین. اگر احیانا دیدین که اینجا موادتون کمی سفت بود، خیلی خیلی کم قاشق بهش آب اضافه میکنین. من در حد 2 قاشق غذاخوری بهش آب اضافه کردم و ترکیبش کردم تا به این غلظت برسه. یک مواد کاملا غلیظ باید باشه، به همچنان که توی فیلم میبینین. سرش رو تلفن بکشین و بهش استراحت بدین. 3 ساعت من بهش استراحت دادم، خمیرم به این حالت رسید. اینجوری که شده یعنی خمیرتون آماده و رسیده هستش. ریختمش داخل جای سس، میتونین از قیف هم استفاده بکنین. روغن رو گذاشتم توی قابلمه داغ بشه به اندازه 1 بند انگشت. با 1 قطره از موادم تست کردم، وقتی ریختین داخل روغن موادتون باید سریع پف کنه بیاد بالا و به صورت لوله‌ای بشه، بعد پهن بشه، کاملا باید خودشو بگیره، سفت بشه، بعد اونو پشت رو بکنین. وقتی کامل سرخ شد بذارینش مستقیم توی شهد. شربت بارتون هم باید گرم رو به داغ باشه، بعد بذارینش داخل صافی تا شربت بار اضافهش خارج بشه. زولبیا بعد اینجوری خودشو بگیره توی روغن و کاملا سفت بشه، بذارینش داخل شهد. اگر احیانا دیدین که زولبیاتون خوب فرم نمیگیره، پهن میشه یا هر مشکل دیگه داره که اگر همجور پیش بیرین قطعا نخواهد داشت، میتونین نوک قاشق بیکینگ پودر یا جوش شیرین به موادتون اضافه بکنین و دوباره حالت بدین توی روغن. حالت دادن رو توی روغن هم من براتون گذاشتم تا ببینین. به هر سایزی که بخواین میتونین در بیارین. برای اندازه شدن میتونین از رینگ هم استفاده بکنین. اینم یه زولبیای عالی و خوشمزه، خیلی خیلی خوب میشه، حتما امتحانش بکنین. امیدوارم این آموزش رو دوست داشته باشین. مرسی که با من بودین. پیمان شکر رو به همراه 2 پیمان آب، یه تیکه لیمو و کمی زعفران دم کرده بذارین 10 دقیقه بجوشه. دو لیوان نشاسته گل رو با 1 1/3 لیوان ماست پرچرب، 1 قاشق مرباخوری روغن جامد یا مایه، 1.5 قاشق غذاخوری آرد گندم، مقداری زعفران دم کرده و کمی هم بزنید. بعد با همزن برقی خوب مخلوط کنید. غلظت مواد باید طوری باشه که از قاشق به صورت روان بریزه. اگر تکه تکه ریخت یعنی دوباره باید ماست اضافه کنید تا جایی که به غلظت مورد نظر برسه. بعد از الک رد میکنیم تا کاملا صاف و 1 دست بشه. روشو میپوشونیم و 1 تا 3 ساعت در دمای آشپزخانه استراحت میدیم. بعد از این مدت 1 قاشق مرباخوری بیکینگ پود اضافه میکنیم، هم میزنیم و در ظرف مورد نظر میریزیم و در روغن داغ سرخ میکنیم. بعد از سرخ شدن بلافاصله در شهد ولرم فرو ببرین تا شهد خوب به خوردش بره. هر چقدر بیشتر داخل شربت بمونه شهد بیشتری جذب میکنه و شیرین تره. زولبیای ما آماده است. نوش جان.